مهمترین عناوین خبری هفته. طراحی جدید گواهینامه رانندگی در استان آنتاریو. بارندگی و سیل در استان کبک. هشدار سازمان بهداشت عمومی به شهروندان یورک ریجن در ارتباط با ابتلا به سرخک. نتایج انتخابات روز سه‌شنبه در آلبرتا. راننده اوبر در تورنتو متهم به آزار و اذیت جنسی. کشته شدن نماینده حزب سبز در استان پرینس ادوارد در سانحه قایقانی. بزرگترین جشنواره چیلی واک تیولیپ در بریتیش کولومبیا. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری که در هفته گذشته در کانادا گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر. بررسی اخبار این هفته را آغاز بکنیم از طراحی جدید گواهینامه رانندگی در آنتاریو. به گزارش شبکه AMG و به نقل از CTV نیوز، گواهینامه رانندگان در استان آنتاریو با هدف مقابله با کلاهبرداران و جائلان هویت ارتقای امنیت خواهد یافت. روز دوشنبه 13 اپریل جف یورک وزیر حمل و نقل استان آنتاریو اعلام کرد که گواهی نامه های کنونی آخرین بار 12 سال پیش به روز رسانی شدند که دو برابر بازه زمانی استاندارد برای بازنگری این کارت هاست. More security enhanced features which you can't see because we don't want counterfeiters and identity thieves to know what we've changed in the طراحی جدید شامل تغییر رنگ گواهینامه ها از ترکیب کنونی رنگ های آبی و سبز به سمت رنگ های عموماً آبی و سفید به همراه لوگوی مجدداً طراحی شده گل تریلیوم که نماد این استان است می باشد. طبق صحبت های آقای یورک، ظاهر کارت ها تغییر اساسی نخواهد داشت و تغییرات بیشتر متوجه ارتقاء امکانات امنیتی این گواهینامه ها خواهد بود. به گزارش شبکه AMG و به نقل از CBC به برخی از ساکنین شهرهای استان کبک به دلیل افزایش دما و بارندگی شدید هشدار تخلیه داده شد. طبق آخرین اخبار منتشر شده در روز 20 اپریل اگرچه بارندگی قطع شده اما سطح آب همچنان در حال بالا آمدن است. به علت گسترش سیل در نواحی جنوبی استان کبک مسئولین در حال آماده باش کامل به سر میبرند و قرار است نیروی ارتش کانادا در جهت کمک رسانی به مناطق مربوطه اعزام شوند. متاسفانه این سیل تا کنون منجر به مرگ یک شهروند 70 ساله شده. این خانم 70 ساله که روز گذشته در 50 کیلومتری غرب اتاوا در حال رانندگی بوده، به همراه اتومبیل خود در حفره بزرگی که در اثر جاری شدن سیل در جاده ایجاد شده بود سقوط کرد و متاسفانه جان خود را از دست داد. Hi, Joanne Labatty, Municipality of Pontiac, Mayor. Tragically, yesterday evening at approximately 3:30 in the morning, we had an accident. A woman ran through a culvert which had washed out here on the corner of Clarendon and Bronson Byron. اما خبری داریم در ارتباط با هشدار سازمان بهداشت عمومی به شهروندان منطقه یورک ریجن در تورنتو در ارتباط با ابتلا به بیماری سرخک. به گزارش AMG و به نقل از CP24، مسئولین سازمان بهداشت عمومی اعلام کردند که در حال بررسی یک پرونده تایید شده از ابتلا به بیماری سرخک در یورک ریجن در استان آنتاریو هستند. بر اساس این گزارش، افرادی که به بخش اورژانس ساوث لیک ریجنال هلت سنتر نیو مارکت در روزهای یک شنبه و دوشنبه 14 و 15 ماه اپریل و فاونتن مدیکال اند ویلنس سنتر در منطقه ریچموند هیل در روز چهارشنبه 10 و جمعه 12 ماه اپریل و همچنین رستوران ناندوز در این منطقه در تاریخ چهارشنبه 10 اپریل مراجعه کردند، احتمالاً در معرض ویروس سرخک قرار گرفتند. به افرادی که در این اماکن و ساختمان‌ها در تاریخ‌هایی که عنوان شد حضور داشتند، توصیه شده تا تاریخ ششم ماه می در صورت مشاهده هر گونه علائمی چون تب بالا، سرفه، آبریزش بینی و ظاهر شدن دانه‌های قرمز رنگ در دهان، گلو، صورت و قسمت‌های مختلف بدن، حتما در اولین فرصت به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کنند. پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار در انتخابات روز سه‌شنبه در استان آلبرتا. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، نتایج غیر رسمی انتخابات استانی روز سه‌شنبه در استان آلبرتا
خبر از پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار در این استان می‌دهد. جیسون کنی، عضو سابق کابینه دولت فدرال، در انتخابات حزب محافظه‌کاران متحد توانست رأی اکثریت را به دست آورد و برنده شود و به عنوان 18مین نخست وزیر انتخاب شد. کنی در این انتخابات رقیب جدی نداشت و محافظه‌کاران متحد توانستند به راحتی در این انتخابات پیروز شوند. حزب محافظه‌کار با تصاحب 63 صندلی و به دست آوردن بیش از 1,000,000 رأی پیروز این رقابت انتخاباتی شدند. این در حالی است که حزب دموکرات استان آلبرتا تنها 24 کرسی و کمی بیش از 600 هزار رأی به دست آورد. اما راننده اوبر در تورنتو که متهم به آزار و اذیت جنسی شد. به گزارش AMG و به نقل از سی تی وی نیوز، پلیس تورنتو از تحقیق درباره اتهام یک راننده اوبر به جرم آزار و اذیت جنسی خبر داد. به گفته پلیس، تنیم عزیز 36 ساله و ساکن میسیساگا با اتهاماتی چون اخاذی و حداقل 2 مورد آزار و اذیت جنسی روبروست. اولین حادثه مربوط به تاریخ 6 سپتامبر 2018 است، زمانی که زن 24 سالی سوار خودروی سیاه رنگ SUV شد، در حالی که گمان می‌کرد این همان خودرویی است که درخواست کرده. به گفته پلیس، راننده به این زن اجازه خروج از خودرو را نداده و به جای آن او را به نقطه دور افتاده برده و مورد سوء استفاده جنسی قرار داده است. مورد مشابه دیگر نیز در تاریخ 8 اپریل 2019 رخ داد که قربانی آن زن 21 ساله‌ای بود. شرکت اوبر از همه کاربران و مسافران خواسته پیش از سوار شدن اطلاعات خودروی درخواستی را با شماره پلاک و نام راننده خودرو مطابقت دهند. امنیت مشتریان همواره یکی از موضوعات مورد انتقاد شرکت اوبر بود است. Get out of my car now. I am just Get out of you. my car now. I don't know where I am. Get out of my car now. God damn you to hell. This is what Uber's image makers are battling against. Drivers abusing passengers, usually women, some of it captured on video. Incidents of harassment, abuse. کشته شدن نماینده حزب سبز در استان پرینس ادوارد در سانحه قایقرانی. به گزارش شبکه AMG و به نقل از کنیدین پرس، پس از درگذشت ناگهانی جاش آندرهی، یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب سبز در پرینس ادوارد و فرزندش، تنها چند روز پیش از اینکه شهروندان در این منطقه به پای صندوق‌ها بروند، حزب سبز تمامی کمپین‌های تبلیغاتی خود را معلق کرد. They had gone for a canoe ride and hadn't returned to the appointed time that they had agreed on in the afternoon. RCMP say they received a call around 4:20 yesterday about two people missing on the Hillsborough River. رأی‌گیری قرار بود روز سه‌شنبه 23 آوریل برگزار شود. رهبر این حزب از تعلیق همه کمپین‌های تبلیغاتی این حزب در روزهای باقی مانده خبر داد. همچنین 3 حزب مطرح دیگر نیز در این استان فعالیت‌های تبلیغاتی خود را در روز شنبه 20 آوریل به حالت تعلیق درآوردند. سازمان برگزاری انتخابات این استان اعلام کرد طبق قوانین انتخاباتی در پی این حادثه برگزاری انتخابات در منطقه‌ای که جاش آندرهی نماینده آن بود کنسل شده و انتخابات فرعی دیگری 3 ماه آینده در این منطقه برگزار خواهد شد. و در پایان اگر به گل و گیاه علاقه‌مندید، جشنواره چیلی وک تیولیپ رو در بریتیش کلمبیا از دست ندید. بزرگترین جشنواره چیلی وک تیولیپ در بریتیش کلمبیا از تاریخ 10 ماه اپریل افتتاح شد. شما می توانید تا 5 ماه می برای بازدید این پارک 8 هکتاری لاله در رنگ‌های مختلف از این فستیوال دیدن کنید. با توجه به اینکه نام این جشنواره منحصراً به گل‌های لاله اختصاص یافته، جالب بدونیم که در هفته‌های آغازین این جشنواره گل‌های سنبل و گونه‌های مختلف از گل‌های نرگس نمایش داده خواهد شد. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. یک شنبه ها ساعت 7 با برنامه کانادا 7 از شبکه AMG در خدمت شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وقت بخیر، خدا نگهدار.